فلافل یه غذای محبوب و بسیار پرطرفدار هممونه که مواد اولیه‌اش تو همه خونه‌ها پیدا میشه. قبل از هر چیزی نخود رو 24 ساعت تو آب بخیسونید و دو بار آبش رو عوض کنید. به همراه یک عدد سیب زمینی آبپز بهش اضافه کنید. برای ترد شدن فلافل بسیار کمک میکنه. کمی فلفل دلمه‌ای به همراه سبزیجات معطر، من از جعفری استفاده کردم، و یک عدد سیر. در آخر یک عدد پیاز. میریم سراغ ادویه ها. برای ترد شدن فلافلمون یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم، یک قاشق چایخوری هم تخم گشنیز، یک قاشق چایخوری پولیور، و همچنین نوک قاشق چایخوری فلفل سیاه. یه قاشق زردچوبه و در آخر دو قاشق نمک بهش اضافه میکنیم که اگه نمک مواد کم بود میتونید یه قاشق دیگه هم بهش اضافه کنید. میره که مخلوط بشه. مواد فلافلمون آماده شد. برای منسجم تر شدن مواد یک قاشق آرد سفید بهش اضافه میکنیم، خوب مخلوطش میکنیم و به مدت نیم ساعت الی یک ساعت داخل یخچال میذاریم تا خوب مواد استراحت بکنه. عالی شده. برای سرخ کردن فلافلا میتونید از اسکوب فلافل یا اسکوب بستنی، یا اگه نداشتین مثل من با دست شکل بدین و داخل روغن سرخش کنین. بریم که با فلافلامون یه ساندویچ خوشمزه درست کنیم. اینم از فلافلای ترد و پفکیمون که خیلی خیلی خوشمزه و جذابن. امیدوارم شما هم درست کنید و لذت ببرید.